برای رد کردن گرین کاری یا کاری سبز، اول سیر رو با جینجر رو یا همین زنجبیل رو یه مقدار تفتش میدیم تا عطر رو بیشتر بیاد. خیلی نه ها، چون اصلا این احتیاج نداره که سرخ سرخ بشه، حالا قهوه‌ای بشه. همین که کمی سبک شد بس شد. بعد اینجا ما سس کاری داریم، ببینید زده گرین کاری پیست. شما این آماده است، ببینید هیچ کاری شما احتیاج نداره بکنید، چیزی احتیاج نداره بریزید توش. سرشو کاری میکنید و به اندازه دو تا قاشق پیش میدید. فقط این خیلی تونده، حواستون باشه که اگر مثلا مزاج خانوادتون به تندی نمیره دیگه، حالا دیگه کم تر بریزید. بس بس بچه عصر بلند شد، یعنی این عصر کاری فوق‌العاده. این همه ها همه دو باید بیزن با من بر شما عادت دادن به غذاهای یک کچولو کاری همیشه وقتی گوجه رو روب گوجه رو امسخ میکنیم میدونیم بکنی روب گوجه رو تفتش بکنیم رنگش باز بشه عطرش در بیاد. در مورد این هم همین کار میکنیم. خب این آماده شد. بعد کوکونات، شیر کوکونات، شیر نارگی رو بعد دیگه نصف کارا میریزیم. بجوشه همین که این داره کنیده میشه، به این میگن لایم لیپ، میشه برگه لیمو. یعنی چنان عطری چنان بوی داره که نگه براتون. یه ذره با امانه مثلا مثل شکسته که عطری توش حسابی در بیاد، اینو توش میریزیم. نگاه کنید برای غذاهای تایلندی واقعا چیزایی که میگه رو حتما باید بریزیم، مثلا ریحون تایلندی، این لایم لیف، اینا حتما باید توش ریخته بشه. بعد زیر میکن میکنم من خب برای درست کردن کاری سبز بهش میگن گرین کاری. اولین کاری که میکنیم قشنگ سیر رو با زنجبیل رو حسابی خورد میکنیم، یکی میشینیمش که دسته بگیم و حسابی مشکش بکنیم. خب برای محل بعدی پلام شوگر هست، اونم اضافه میکنیم. بلی خب باید توی یکی دو تا مرحله اضافه کنیم، چون غذا مثلا حالا این غذا یک کوچولو باید یه ذره طعم شیرینی باید بده. پس بنابراین اینو میریزیم، هم میزنیم بقیه یه شیر نارگیلمون هم میریزیم. بعد خلاصه هباد کاری نیف زد اون لایم بود، بازو. اون بازولی رو وقتی که همه سبزیات رو ریختیم بعد. خب حالا بذار من یه تستش یکم بیشتر. واو. خب وقتی که این مواد به جوش اومد لوبیا سبز رو میریزیم با فلفل دلمه ای. این درست میشه مرحله بعدی، چون این دوتا هم دوباره یکمی پختشون یکمی طولانی تر از بادمجون و با کدو هستش.
خب زمانی که سس رو بهش یعنی در شیر نارگیل اضافه کردم پلام شوگر هم بهش اضافه کردم بعد تیستش کردم بعد به اندازه یه شیرینی اندازه داشته باشه یعنی وقتی میخورین غذا رو یه ته شیرینی باید داشته باشه و کاری که میکنی پیاز توش میریزین و هویج چون این دوتا یه کمی پختشون دیرتره میذارین این جوس یا همین شیرمون با مواد قل بزنه وقتی که قل زد بقیه سبزیجاتی رو که شما از قبل خورد کردین مثل کدو، بادمجون، فلفل، لوبیا و قارچ رو بهش اضافه میکنین چون اینا کلن سبزیجاتی هستن که خیلی سریع میپزن ما بیه ما برمیگردیم خب توی مرحله دیگه غذا آماده است قبل از که خاموش بکنیم ریحون تایلندی رو که به اندازه مثلا یه دقیقه دو بار فقط خودش کردیم خیلی خود درشت میریزیم همش میزنیم و از روش خاموش بکنیم از این برم اینم برنج جزمنه اگه دو تا پیمونه برنج جزمن داریم بخوای استفاده کنیم دو تا پیمونه آب همش نمیزنید اصلا چون این باید این برنج باید یه جوری باید استیکی باید باشه خلاصه که اینو قبضه شاید یک یا دو دقیقه قبضه که بخواهم میزو بچینید اینو درش میزنیم الان یه 5-6 دقیقه گذشته حالا بقیه سبزیجاتمون مثل ماشروم یا همون قارچ کدو و بادمجونمون رو اضافه میکنیم میکسشون میکنیم همهشون میذاریم برای 10 دقیقه رو بپزه همین 10 دقیقه رو هم بسته برای که کلن سبزیجات رو توی اینجور کوزینا خیلی غذا رو اینا مثلا مثل غذاهای ایرانی یا غذاهای فرانسوی نمیذارم مثلا برای ساعت ها بپزه That's it. Let's see where you want to meet.